جناب آقای محمدی، عرض سلام و خسته نباشید. امشب اولین اکران عمومی مستند آواز خدا بود. چطور دیدید نظر مخاطبان و استقبالشون رو؟ من اول سلام کنم خدمت بینندگان تلویزیون EMG و شما که همیشه همراه گروه هنری موج نو هستید. و این در واقع اولین، همونطور که گفتین، اکران عمومی فیلم است. ما دو تا اکران خصوصی قبلا داشتیم و خوب خوشبختانه همونجور که دیدین سولداد شده بود و متاسفانه تعداد زیادی تماس گرفتن که ما معذور بودیم و قول دادیم که به زودی، شاید تو ماه ژانویه یا اوایل فوریه، یک اکران دیگه بتونیم بذاریم که کسایی که نتونستن حضور داشته باشن بتونن استفاده بکنن. فیلم مستند به هر حال این که بتونه مخاطب عام رو بشونه، جمع بکنه، همیشه خیلی سخت بوده. یکی از دغدغه‌هایم که من همیشه داشتم بوده که تو انتخاب موضوع و پرداخت چطور میشود یک مستندی ساخت و تهیه کرد که اینجور که دیدیم با استقبال عام در واقع مواجه بشه، که فکر میکنم عارف محمدی موفق بود در این کار. موضوعی که انتخاب کرد بود موضوع خیلی جذابی بود و خیلی هم خوب تونسته بود به پیام این چیزی که میخواست بگه، که در آخر اون جمله که کاش یک روز به جای اسلحه همه ساز به دست بگیرن، به نظرم خیلی خوب موفق شده بود. واقعا لذت بردم. من به عنوان یه فرد لور که آشنا هستم با این فرهنگ، واقعا از دقت کار، از اون احساسی که در این فیلم نهفته بود و دقیقا به همه ما منتقل شد لذت میبرم. به آقای عارف محمدی و تیمشون خیلی تبریک میگم. فکر میکنم که، البته این دید شخصی منه در مورد کار خودم، من میگم اگر کاری که من میکنم نتونه یک بخشی از روح یک بیننده رو، مخاطب رو لمس بکنه، برای من اینطوره. من اون وقت میگم کار موفقی انجام ندادم. حالا اینکه چه ساختاری رو شما برای یه مستندی که خیلی سخت بیننده رو توی این فضای غربی امروز توی سالن‌ها بکشونید و به قولی سولدات بشه، این برمیگرده به نظر من به اون نگاه فیلمساز و اون سلیقه‌اش و اینکه چجوری بتونه با اون ساختار اون مخاطب رو جذب بکنه. برای من همیشه کارام اینطوری بوده، چه تو نوشتن در مورد حوزه فیلم، نقد فیلم، چه در هر کاری که کردم تو حوزه سینما و چه فیلمسازی، همیشه به دنبال این بودم که یک پلی بزنم بین مخاطب عام و خاص. یعنی طوری باشه که هم یه مخاطب بیننده عادی و عامی که شاید اصلا سینما رو نشناسه وارد سینما میشه، فیلم رو میبینه، همونقدر ازش به اندازه سهم خودش بهره ببره که شاید یه دونه فیلم بیننده خیلی خاص و حتی حرفه‌ای اون سهم رو ببره. یعنی این هدف منه، زدن پلی بین مخاطب خاص و عام. و شاید یکی از دلایلی که هم بازمانده از ماگادان فیلم قبلی من و هم این تونسته به حالا به گفته و لطف شما و دیگر دوستان موفق باشه، من شاید فکر میکنم این راز و رمزش توی این به قول معروف جذب مخاطب عام و خاص با هم. با این چیزی که امشب ما دیدیم و من توجه هم داشتم به مخاطبین در وسط و انتهای کار، فهم کنم که اگر یه جور مارکتینگ خوب روی این کار بشه، فهم کنم موفق باشه و ایرونی ها اکثرا خوب خواهند بود با این فیلم. حتی این از اون فیلم هاییه که برای معرفی بخشی از فرهنگ ایران، موسیقی ایرانی، میتونه مخاطب خوب غیر ایرونی هم داشته باشه و موفق باشه انشاءالله. برای من یه افتخار بزرگی هست که تو این ایونت ها پارتیسیپیت میکنم، برای اینکه شاید من نماینده مجلس باشم، ولی یه چیزی که همیشه تو
و توی ایونت های ایرانی همیشه من پروموت میکنم اینی که افتخار بزرگیه برای من که ببینم توی کسایی که تو از کامیونیتی ما هستن اینجا میتونن یه به کانادا کانتریبیوشن های مثل اینطوری داشته باشن. So on behalf of myself, my office and the government of Ontario, I congratulate Mr. Arif Mohammadi for the short film that we're about to see. And I have seen his work in the past before, so I'm quite familiar with his talent and how well he does things. He's going to dazzle us in a few minutes when we actually start this thing. But I do want to point out one thing to you. Please, the sponsors and those who are here in attendance, make an independent, those who put their names forward to make films such as this one. Independent creators, producers, directors. It is an immensely difficult task. You have to be the producer, you have to be the director, you have to be the caster, you have to do everything from start to finish. همه یه چیز فیلمو 99% یک نفر باید بکنه. از همتون این ریکوست رو میکنم و خواهش میکنم ازتون تا اونجایی که میتونین این ایندیپندنت ها و این کسایی که پشنشون این هستش که همه رو بتونن خوشحال بکنن با talentشون با artistic talentشون support بکنین. If you don't mind, I'm just going to invite Mr. Arif Mohammadi up here to accept this on behalf of the government, and I want to congratulate him once again as he comes down for his achievement, and I look forward to seeing you more and more as I am very, very proud of you, my friend. Very proud. من هیچ وقت هیچ بک‌گراندی راجع به تنبور نداشتم و اینکه اصلا نمیدونستم هم که راجع به کردستان و مرام کرد و ریشش از اونجا میاد، در حالی که منم خودم کرد هستم و این خیلی چیز جالبی بود برام. و وقتی که صحبت کردن، چون که این یک دغدغه‌ای که خود منم دارم که توی یک شهر صنعتی مثل اینجا که من دارم زندگی میکنم همیشه دنبال اون معنی زندگی بودم و این یکی از بزرگترین دغدغه های من هست که اکثریت اطرافیانم میدونن و همیشه دنبال اون جوابی بودم که چطوری من میتونم معنی زندگی کردن رو بفهمم و الان فهمیدم که یک راهی از طریق موسیقی و یک راهی هست که من میتونم به اون جواب سوالی که دارم برسم و این خیلی برای من جالب بود. هر کس تنبور بخواه بزنه تمام حالات دنیاوی ازش دور میشه. یه صوت خدایی، من به صدای حق میدانم صدای تنبوره. عرض کنم خدمتتون، من از filmforthepeace.org اومدم، خیلی جالب بود. همیشه هیجان داره موقعی که ایرانیای وطن پرستی میبینی، بعد من خیلی عالی بود. خب من نگاه میکنم به فرض در حیطه خودم به عنوان یه ایرانی، میبینم ما یه گنجینه‌ای داریم در فرهنگ و تمدن چند هزار ساله خودمون. این شعار نیست، ما این فرهنگ و تمدن رو مکتوب داریم. اون گنجینه، گنجینه ادبیات ماست، میراث ادبیات عرفانی ماست. ما حافظ داریم، مولانا داریم. اینها خودپرستی و خودپسندی نیست. ما میگیم ما اینها رو داریم و فراموش کردیم. به قول یکی از استادای ادبیات من که همیشه میگفت ما رو گنج نشستیم و گدایی میکنیم. من فکر میکنم این تمدن چند هزار ساله، این فرهنگی که شما یک بخشش رو در آواز خدا میبینید، اون گنجینه ایست که ما گم کردیم. و شاید این یه تلنگری باشه که به واسطه یک ساز به نام تنبور ما برگردیم به ریشه های خودمون، به اصل خودمون، به اون تمدن و فرهنگی که ما رو در واقع میتونه یک انسان با معنا بسازه. ما کاوه آهنگر، رستم، همه اینا اسطوره‌ای که تو این فیلم اومدن، شما می‌بینید پیشینه‌شون در واقع یک جور رجعت به اون ارزش‌هاست. امیدوارم که میگم این تونسته باشه اون تلنگر رو بزنه. بسیار عالی بود. آقای عارف محمدی امشب یک تنه به جنگ رفتن و پیروز شدن. باید بتونیم بگیم که تک تک سلولای بدنم امشب از این فیلم لذت برد. صبح ساعت 6 از خواب بیدار شدم، رفتم سر کار و تا ساعت 7 داشتم کار میکردم. بعد از 13 ساعت کار تمام خستگی تنم رفت. یه حالت
این برای من پیش اومد که حتما باید نیویورک هم نمایش داده بشه این فیلم. من هدفم این مخاطبیه که بیاد و همون جوری که گفتم باهاش یه جور بتونه یک ساعت زندگی بکنه و وقتی میره بیرون بهش فکر بکنه و بخواد دوباره ببینتش. این اون پاداش منه. و حالا اگر در فستیوال‌های دیگه ای که تا حالا رفته جوایزی هم گرفته و این کارم بشه که خب خیلی کمک زیادی به دیده شدن بیشترش میکنه. خیلی متشکرم، امیدوار هستم که این فیلم همونطور که شایستگیشو داره به خوبی دیده بشه و برای شما هم آرزوی موفقیت هرچه بیشتر میکنم. امیدوار هستم که در آینده هم کارهای بیشتر رو به همین میزان عالی از شما باز بتونیم ببینیم. مرسی. من هم تشکر میکنم از شما خانم زهره و روحام عزیز که دوستان من هم هستید و در واقع این که میبینم همیشه توی ایونت ها توی هر مراسمی هنری فرهنگی خستگی ناپذیر حضور دارید، از شما هم خودم شخصا تشکر میکنم و امیدوارم که مخاطبان ما هم حمایت کنن از کارهایی مثل کار شما. فقط کار ما نیست، کار شماست که کار ما رو میتونه پوشش بده و ارزش بده. خیلی متشکرم واقعا، وقتتون بخیر. موفق باشید.